ارزش افغانی در برابر دلار به گونه‌ای بی پیشینه‌ای کاهش یافته است. اتحادیه صرافان سرای شاهزاده میگوید که در حال حاضر یک دلار به بیش از 123 افغانی به فروش می‌رسد. شمار از آگاهان مسائل اقتصادی میگویند که در 10 روز پسین کاهش ارزش سکه کشور از اداره بیرون شده است. سرای شاهزاده بزرگترین مرکز تبادل اسعار در کشور شمرده می شود. حالا این سرای برای مشتریان باز است، اما بخش بولیان، بخشی که در آن تبادل اسعار صورت می گیرد و یا بخشی که نرخ واقعی دلار یا افغانی در آن روشن می شود، این بخش حالا بسته است. بسته بودن این بخش سبب شده تا شمار از صرافان در این بخش در پتاهای زینه دلار یا افغانی را خرید و فروش کنند. تخلیه صرافان دست فروش از داخل سرای شاهزاده واکنش است در برابر صعود سرسام‌آور ارزش دلار در برابر افغانی. اتحادیه صرافان سرای شاهزاده میگوید که شایعات صرافان تازه وارد به بازار یکی از عوامل کاهش ارزش افغانی است و از زمین رو دست فروشان از داخل سرای بیرون کشیده میشوند. یکی از کسایی که اصلا گذشته صرافی ندارند آمدند در بازار هجوم آوردند، بازار نرخ کاذب برش دادن. امیدوار هستم روزهای بعدی وضعیت خوبتر شد. وضعیت تا حد ناروشن است که حتی برخی از صرافان حاضر به فروش دلار نیستند. لومړی ځل دپاره دی چې زموږ افغانی متاسفانه دوغونه خپل ارزش د لاس ورکوي. سخت مون متاثر یو په دې رابطه باندې کوشش مو دادی چې د افغانستان بانک راځي خو دې ته ورسره په تماس کې یو پرون مو هم ځل درلودی چې د مارکیټ ته دلار ارزښت در کل در 10 روز اخیر سکه افغانی در برابر هر 100 دلار نزدیک به 2500 افغانی ارزش خود را از دست داده است. مصرف کننده ها را متضرر ساخته و قیمت اجناس بالا رفته و همچنان می داند که پس انداز کاهش بده و اگر به اندازه کافی شدید شود این کل اقتصاد را بی ثبات می سازد. در دوره مجاهدین هم تقریبا سال 1371 و بعد از او یکی از کاهش های ارزش افغانی را به صورت بسیار بزرگ و دراماتیک می دیدیم. در اوایل با 1700 افغانی فی دلار رسید و بعدا به چندین هزار دلار کاهش بسیار وسیع دیدیم. در دوره حاکمیت مجاهدین نیز بانکنوت های کشور سقوط قابل ملاحظه ای را در برابر ارزهای خارجی تجربه کرد و کاهش ارزش افغانی و چاپ پول بدون پشتیبانه سبب افزایش حجم این پول ها در بازار شد. تا حدی که حکومت وقت تصمیم گرفت بانکنوت های 5 و 10 هزار افغانیگی چاپ کند. حالا بیمار می رود که با ادامه این وضعیت تجربه دوران حاکمیت مجاهدین یک بار دیگر تکرار نگردد. برای بحث بیشتر روی این موضوع آقای عبدالقادر جیلانی آگاه اقتصادی از ایالات متحده روی خط اسکایپ در برنامه با خود داریم. آقای جیلانی سلام بر شما و به برنامه خوش آمدید. این سیر سعودی بر شما و هموطنان عزیز سلام بر شما. این سیر سعودی دلار در برابر ارزش افغانی وضعیت بازار و اقتصاد مردم را به کجا خواهد کشاند؟ بدون شک نرخ افغانی اگر به 4 ماه پیش مقایسه شود در حدود 33 افغانی پایین آمده و امو نرخ خود در مقابل دلار از دست داده. ما در طی 20 سال هیچگاه ما نتانستیم که نرخ افغانی را ثابت نگاه بکنیم. به خاطر از یگانه رایی که داشتیم او رای مصنوعی بود که فقط دلار را در بازارهای افغانستان لیلام میکردیم و اوجا هم یک مافیای وجود داشت که دلار به شکلی بلیلان میرسید که مردم امو هر کس سهم خود میگرفت و یک تعداد صرافا بودن که پول میگرفتن و با بانک مرکزی یک معامله صورت میگرفت. این چی میتونه؟ بالاخره نتیجه از این است که اقتصاد افغانستان یک اقتصادی که متکی به کمک های جامعه جهانی بود او کاملا از بین میره و قابل کنترل نخواهد بود اگر ما به این منوال به این شکل پیش بریم. یک سلسله شرایط مشروع جامعه جهانی را باید بپذیریم و طالبان نمیتونه که در کنار جهان زندگی بکنه و هیچ شرایط هم قبول نکنه. اصلا امکان نداره. این یک چیزی است که هیچ منطقی قبول نمیکنه. بنان طالبا مجبور و مکلفند تا شرایط جهانیان بپذیرن تا ما بتونیم که در جهان رسمیت پیدا بکنیم. بله آقای جیلانی. مشکل ما بله. مشکل سیاسی است. بله. ما تا وقتی که مشکل سیاسی ما حل نشوه، حکومت همشمول ایجاد نشوه و امو یک اعتبار و باورمندی
در بازارهای افغانستان ایجاد نشه و بالاخره فقط افواس و نرخ افغانی در آیا تنها عامل افزایش آیا تنها عامل افزایش بهای دلار مشکل سیاسی است و یا هم در داخل هم عوامل وجود دارد که دلار بهایش بلند می رود؟ اوضاع اقتصادی کشور ما مستقیما ارتباط داره با اوضاع سیاسی، امنیتی و کمک های جامعه جهانی. ببینین ما هیچگاه کاری نکردیم که ما مو حرکت اصلی اقتصادی در افغانستان داشته باشیم. بنان کمک های جامعه جهانی قطع شد، در عین زمان نامنی ها افزایش پیدا کرد و یک حکومت جمهوری از بین رفت و به زور یک حکومت نو آمد. این حکومت که تا به امروز تشکیل نشده و یک حکومت سرپرست است، فقط یک گروه است که مردم افغانستان و گروگان گرفتن و هیچ کاری را نمیفهمن و امو چیزی که مسلکی و تخصصی است او کارها را انجام نمیده. بناهن وقتی که ما با IMF، با بانک جهانی، با بانک انکشافی آسیایی، با نهادهای مالی جهانی ما اگر روابط گسترده اقتصادی نداشته باشیم، همکاری ها نداشته باشیم، بناهن ما هیچ کاری کرده نمیتونیم. در حدود 9.5 میلیارد دلار پول مردم افغانستان در امریکا منجمد شده و تا به امروز هیچ کس نیست که به خاطر رفع مشکل کار بکنه. بنان همه مسائل است، وقتی که این مسائل ما حل نکنیم ما چی توقع را داشته باشیم که نرخ افغانی را ما ثابت نگاه بکنیم و ببینین این نرخ که بالا میره، مثلا در حدود 123 افغانی که میرسه یک دلار، بنان امو مردم مامورین امارات اسلامی تا به امروز امو ماشه که دارن 5000 و 8000 و 10000 و 12000 و 15000 افغانی ماش است که او تقریبا پس به 50%ش یعنی محسوب میشه که به 7000 میرسه و مردم نمیتونه که به 7000 همه اجناس مورد ضرورت خریداری بکنه و توان خرید مردم هم پایین میاد، نرخ تورم بالا میره و قیمتهای کالاها به شکل غیر متناسب بالا رفته. اصلا هیچ اصول ایره نمیپذیره که قیمتها بالا رفته و ایره شما تاجران ملی ما مقصرن و مافیای همو حلقه های استخباراتی که بالاخره با امو هداف خود رسیدن، امو کاری را که میخواستن امو کار را انجام دادن و یک خبرهای ناشی از فقط درباره سکه افغانستان به نشر رساندن و این فقط افواه بود و چیزایی بود که اصلا هیچ اساس اقتصادی نداشت و نرخ افغانی را بسیار به آقای جیلانی، اگر پولهای افغانستان که در ایالات متحده در انجماد هستن از انجماد بیرون شوند، میتونه تاثیر روی بهای دلار در افغانستان داشته باشد؟ کاملا یک باورمندی را به میان میاره. ما امروز در افغانستان توان TTT را نداریم، TT را نداریم و LC را ما اجرا کرده نمیتونیم. بانک های ما فعالیت هایشان محدود هستند و به افرادی که حسابات انفرادی داره باید اجراات صورت بگیره و این دلار پس در بازارهای افغانستان با پول افغانستان درست بیش از این رئیس جمهور روسیه و خرید و فروش موتر و خانه و مثلا همه اجناس باید با افغانی صورت بگیره تا افغانی اما اهمیت خود پیدا بکنه. درست آقای جیلانی، پیش از این روسیه از آمریکا خواسته بود که پولهای افغانستان به گونه کامل از انجماد بیرون شوند. چه فکر میکنید که آیا آمریکا با این خواست روسیه عمل خواهد کرد؟ ببینید موضوع مهمی را اشاره کردین. این بسیار یک کار آسان است. اگر طالبا ببینید در قطر مذاکرات صورت گرفت که یک حکومت جمهوری از بین رفت و امارات اسلامی به میان آمد، بجز این یک کار بسیار خیلی ساده است. اگر به امریکایی ها گفتگو و مذاکرات موفق صورت بگیره این پول ها آزاد میشه و هیچ مشکلی نداره و بعد از او کمک های جامعه جهانی هم به افغانستان انتقال پیدا میکنه و بالاخره یک حالت تا یک اندازه کنترل میشه. ولی طالبان اصلا اقداماتشان و تصمیم گیریشان خیلی ضعیف است و نمیتونن که چی بکنن. اصلا به حکومتداری نمیفهمن که حکومتداری چه قسم باید ما با کدام فکتورها متوجه شویم که بالاخره از این مشکلات بیرون شویم. آقای جیلانی مشخصا ملت بیچاره میپردازن. آقای جیلانی مشخصا اکنون بانک مرکزی توان اداره ارزش یا حفظ ارزش پول افغانی را ندارد؟ اصلا ندارد. ما در وضعیت قرار داریم که صرافها و در بازارهای افغانستان یک ترس ایجاد شده و همه مردم به شکل فیزیکی دلار به ایران و به پاکستان و به دیگر کشورها انتقال میده و هیچ کسی نیست که داد و ستود فیزیکی دلار
کنترل بکنه، مدیریت بکنه. بناهن حلقه های وجود داره در افغانستان، حتی در بین طالبان که پول انتقال میده به دیگه کشورها. چی میتونه حکومت انجام بده؟ در قدم اول اگر ما به شکل عاجلانه اقدامات بکنیم، باید یک بورد ملی ایجاد شوه و با صلاحیت باشه که با جامعه جهانی، با بانک انکشاف آسیایی، با بانک جهانی، با IMF و با حکومت آمریکا مذاکرات انجام بده و همون شرایطی که از شرایط مشروع است، مثلا ازدیاد عواید ملی، ایجاد فرصت های کاری برای زنان افغانستان، چیزایی است که خیلی عادی است و چیزایی است که ملت ما هم ایره میخواهد. بنان این شرایط بپذیره و یک حکومت همه شمول بسازه. ما در 45 کشورهای جهان ما نمایندگی های سیاسی داریم، همه ایشان فعال شود. اصلا همه همی چرخ سیاسی و اقتصادی کشور ما متوقف است، در حالت توقف است. ایره باید ما در حرکت بیاریم که بالاخره داد و ستود و خرید و فروش. آقای جلانی، معمولا در بازارهای بین المللی و بازارهای ملی ارزش یک پول و یا هم یک سکه کشور دولی زمانی را طلب می کند، ولی در افغانستان بهای دلار حتی بر اساس ساعت و نیم ساعت تغییر می کند. چرا چنین است؟ ببینید، فقط افواز یک تعداد مردم خبرهای نادرست نشر می کند و امو صرفهایی که تقریبا همه ایشان، اگر لازم نیست که من نامهایش بگیرم، من میشناسم یاره که چه قسم ای تجارت میکنه و چه قسم همی سکه افغانی را یا مدیریت میکنه. با بانک مرکزی ارتباط داره، اونمو مامورین سابقه بانک مرکزی ارتباط مستقیم با صرافان داره و با صرافان فقط نرخ برش میده که به همی قدر نرخ شما افغانی را پایین بیارین، ما دلار را به بازار عرضه میکنیم و وقتی که دلار عرضه میکنه او را باز امو فایده از دور هم صرافا میگیره یا با مسئولین بانک مرکزی شریک میشده. این یک واقعیت است، ایره طالبا باید بدانه، امو اشخاص شناسایی بکنه و امرایشان برخورد قانونی صورت یعنی واضحا. آقای جیلانی، تعامل ها و نوع رفتار خود صرافان سرای شهزاده تاثیر روی بهای دلار گذاشته؟ کاملا کاملا. ببینین اینجا فقط یک، ما گفتم که حلقه های استخباراتی هم دست داره و فقط خبرهای نادرست نشر میکنه. ما اگر در واقع حکومت پلان داشته باشه که ایره مدیریت بکنه، در وضعیت کنونی اگر بانک مرکزی دلار را اعلام بکنه به خساره مواجه میشه. اصلا هیچ رای حل نیست. رای حل چیز که یک حرکت اقتصادی در افغانستان به میان بیاید، کمک های جامعه جهانی، سفارت ها و همه سفارتخانه ها در افغانستان بازگشایی شود و بیاین در افغانستان فعالیت بکنن، شرکت های بزرگ و به خاطر جلب سرمایه گذاری و کمک ها باید بورد مشخص ساخته شود. اما متاسفانه فقط کمیسیون ها را ساختن، وزارت ها را تحت کمیسیون ها تشکیل دادن و همه نظام اقتصادی کشور را با چالش بردن. امیر اصلاح بسازن. ما اصلا نمیخوایم که فقط انتقاد یک طرفه داشته باشیم. این وطن ماست، این حق ماست که باید نظر خود بدیم و ما به طالبان مشوره میتیم که مسائل اقتصادی را شما نمیفهمین، مسلکی نیستین، ملاها را در هر بخش متعین کردین، ایره اشتباه کردین. اگر شما آقای جیلانی پیش برین، ایره مطمئن باشین که طالب تفنگ خود میفروشه با ونام میخره. آقای ما جیلانی به این حالت میرسیم. درست. پیشتر شما گفتید که حفظ ارزش افغانی در گذشته هم به شکل مصنوعی بود که بانک مرکزی دلار ارزش میکرد و این ارزش را حفظ کرده بود. پس برای حفظ واقعی ارزش افغانی در برابر پول دلار چه کار باید صورت بگیرد؟ به شکل تدریجی باید ما کارهای مهمی را انجام بدیم. ما یک کشور مصرفی هستیم، وارداتی هستیم، کسر بیلانس تجارتی ما به 90% میرسه. فرض کنین اگر ما در سال 10 میلیارد دلار تجارت داشته باشیم، ما تقریبا در حدود 9 میلیارد فقط واردات داریم. چی میتونه طالبان انجام بده؟ ما باید بالای سکتور تولیدی و صنعتی کشور باید تمرکز ما بیشتر باشه و بیشترین تمرکز ما بالای سکتور اقتصادی باشه، سکتور معادن، سکتور زراعت و مالداری، سکتور ساختمانی و انجینری در افغانستان. همه سکتورها باید به شکل فعال شوه، پارک های صنعتی فعال شوه در افغانستان تا فابریکه ها فعال شوه، تامین امنیت و برق 24 ساعته مهیا شوه. این همه مسائل است که ما انجام بدیم. کار روی معادن، کار روی کارخانه ها چقدر زمان در بر میگیرد؟ ببینین این زمانگیره از کارهای ابتدایی صورت گرفته. درست. در حدود بیشتر 75 هزار فقط در کابل و در ولایت‌های نزدیک
فابریکه ها داریم فعالیت میکنن. بنان فقط چیزی که نیاز است حکومت طالبان باید امو سهولت های مهمی را ایجاد بکنه، مثلا مانند برق است، تامین امنیت است، و توزیع زمین است با قیمت‌های مناسب. اما در زمستان پیشرو آقای جیلانی، در زمستان پیشرو که مردم افغانستان اغلبشان توان خرید نان خشک را ندارن، یک قرص نان 10 افغانی اکنون با 15 افغانی هم رسیده، چه کار باید صورت بگیرد؟ ای کنترل قیم از دست حکومت خارج شده و ما نظام بازار آزاد را که ما داریم، حکومت آنقدر نقش مهمی را نداره، اما میتونه که هدفمندانه مداخله بکنه، قوانین بسازه، مثلا مقررات بسازه و او را تطبیق بکنه. بله، مقررات چگونه؟ که یک بوری آرد از 2400 افغانی به بیش از 3000 افغانی افزایش پیدا میکنه بهایش، پس خباز و یا هم نانوا چه کار بکند که با این قیمت نان را پایین بیارد و نقص بکند؟ زیان بکنه؟ مشکلی ما در قدم اول با موسیقی افغانی ماست که نرخ ما به شکل بسیار بی‌سابقه پایین آمده در مقابل دلار. اگر ما او را مدیریت بکنیم، این قیمت ها به شکل اتوماتیک مدیریت میشه، ولی اینمی تجار ما که از خریداری را که در کشورهای منطقه انجام میتن و یا ارده میخرن، روغن خوراکی را میخرن، گندم را میخرن، او را به دلار خریداری میکنه. اگر این در افغانستان وقتی که بیای پس با افغانی تبدیل میشه، قیمت ها به شکل اتوماتیک بالا میره و تقاضا روز به روز هم تقاضای مردم بیشتر است، به خاطر از اینکه در یک تعداد ولایت ها تا به امروز مواد خوراکی مشخص و واضح. آقای جیلانی، آیا در زمان کرونی که دلار در حال افزایش هم است، آیا کنترل قیم ممکن است؟ اصلا هیچ امکانی نداره. طالبان به خاطر از اینکه امو سهولت هایی که سکتور خصوصی به آن نیاز داره، او را برشان نداده و چطور قیمت ها را کنترل بکنه؟ کدام مکانیزمی وجود داره که قیمت ها را کنترل بکنه؟ یگانه رایش امی است که طالبان باید قبل از این یگانه کار مهمی را که باید انجام میداد، باید روابط خود با جامعه جهانی خراب نمیکرد و با حکومت امریکا مذاکراتی را انجام میداد که بالاخره سفارت حکومت امریکا در افغانستان باید فعال می بود. اما آقای جیلانی، مذاکرات صورت گرفته و از آدرس امارات اسلامی همواره خواستهای در خصوص تعمیر رابطه خوب و حسنه مطرح شده، فکر نمی کنید این مذاکرات تأثیر گذار بوده باشد و یا هم مؤثر؟ ببینید، مذاکراتی که منتج به این شد که بالاخره حکومت جمهوری از بین رفت و حکومت امارات اسلامی آمد، در آن زمان نتیجه میداد و به خاطر 9.5 میلیارد دلاری که پول مردم افغانستان در امریکا منجمد است، به خاطر از این نتیجه نمیده. اصلا یک چیزی است که طالبان به شکل مسلکی پیش نمیرن و نمیفهمن که چه قسم امو مسائل اقتصادی را مطرح بکنن و ایره مدیریت بکنن، امی سیستم را نمیفهمن. و در طی 20 سال ما، آقای جیلانی، با عنوان پرسش اخیر، بله، با افزایش روز افزون بهای دلار در برابر پول افغانی، زمستان پیشرو برای مردم فقیر افغانستان چگونه خواهد بود؟ من خیلی متاسف هستم که اوضاع کنونی نشانده از این است که شاید ما یک زمستانی که پر از مشکلات داشته باشیم، ولی باز هم کمک های جامعه جهانی انشالله صورت میگیره و طالبان به جز از کمک ها دیگه هیچ کاری را انجام داده نمیتونه. ممنون. و مردم افغانستان فقط منتظر کمک های جامعه جهانی باشه، دیگه هیچ حرکت اقتصادی نیست. همه مردم از افغانستان گریز در فرار است و گریز میکنه از افغانستان، کشور خود نمیکنه، به خاطر اینکه حرکت اقتصادی نداریم و طالبان باید همه مسائل کنار بگذارن و بالای سکتور اقتصادی تمرکز بکنن. سپاس از شما آقای عبدالقادر جیلانی، آگاه اقتصادی از آمریکا. تشکر.